ما یه نگاه به انقلاب اسلامی 57 بکنید، اگه بررسی کنی حتی به دوران انقلاب مشروطه هم میرسه. ایرانی ها از خودکامگی پادشاهان خسته بودن، چه قاجارش چه پهلوی. ایرانی ها از نداشتن استقلال در رنج بودن. ایرانی ها از نداشتن قدرت دفاع از مملکت در رنج بودن. از بی ارزگی و وابسته بودن حکومتاشون به خارجی ها خسته بودن. از ضد اسلامی بودن و ضد فرهنگ ایرانی بودن حاکمانی مثل رضاخان بیزار بودن. رضاخانی که با اسلام مبارزه میکرد، با لباس محلی مردم مبارزه میکرد، با حجاب مبارزه میکرد. انقلاب اسلامی 57 ریشش تفکر اسلامی و وطن دوستی بوده، استقلال خواهی بوده، قدرت خواهی برای ایران بوده. نگاهشون هم به دست خارجی ها نبود. انقلاب کردن تفکر پشتش، اندیشه سیاسی مشخص پشتش. انقلاب مردمی ریشه در درون خود ملت داره. ولی چیزی که براندازای مخالف نظام بهش میگن انقلاب، نه تفکر مشخص پشتشه، نه اندیشه سیاسی درست حسابی داره، نه خط مشخصی داره، نه رهبریت داره. همه خطدهی و جهتدهی هم از خارج به داخل ایران داده میشه. اون چی که توی استوری های بعضی داخلی ها دیده میشه، اول از دهان خارج نشینان همدست انگلیس و آمریکا بیرون اومده، اول از دهن بی بی سی انگلیس و من و توی ایران ستیز بیرون اومد. حالا این انقلاب مردمیه؟ اپوزیسیون فقط روی ناراحتی مردم موج سواری میکنه. همین.